امروز دوشنبه 22 اسفند باز هم چندین تجمع اعتراضی برگزار شد، تجمعاتی از سوی بازنشستگان، کارگران و دیگر اصناف جامعه، تجمعاتی که اساساً در اعتراض به عدم رسیدگی به مطالبات اونها بوده، به خصوص در روزهایی که نوسانات بازار ارز و کاهش شدید ارزش پول ملی ایران رو شاهد بودیم. بازنشستگان مخابرات در تهران، کردستان، خراسان رضوی، لرستان، یزد، اردبیل و چندین نقطه دیگر ایران تجمعات اعتراضی داشتند. تجمع بچه‌های مخابرات 22 اسفند 1401 به علت پرداخت مطالبات کارگر ساله، ظلمی که توسط ستاد فرمان امام که به رهبری رهبر الگنگ و حمایت اون انجام می‌گیره، این تورم رو توی این جمعی و شب عید. در دیگر تجمعات کارگران فصلی شاغل در کارخانه قند کشت و صنعت مقان برای پیگیری وضعیت شغلی خود برای چندمین بار متوالی مقابل اداره مرکزی این شرکت تجمع کردند. تجمع اعتراضی کارگران فصلی شرکت با اینکه چند روزی ادامه داره اما به نظر می‌رسد هنوز گوش شنوایی برای شنیدن مشکلات اونها پیدا نشده. کارکنان سیمان ایلام نیز در اعتراض به عدم رسیدگی به مشکلاتشون دست به تجمع زدن. این کارگران به وضعیت حقوق، اضافه کار، پاداش و عدم تبدیل وضعیت معترض هستند. در شبی که گذشت هم یک شنبه شب با اشاره کنیم که بر اساس تصاویر منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی جمعی از کارکنان شیفت شب شرکت نیشکر هفت تپه برای دومین روز متوالی در اعتراض به عدم رسیدگی به مطالباتشون دست به اعتصاب زده و در مقابل این شرکت تجمع اعتراضی برگزار کردن. تصاویری هم منتشر شده که عنوان می‌کنه که این تجمعات امروز دوشنبه نیز ادامه داشته. در مورد موضوع حملات شیمیایی به مدارس و بحث مسمومیت دانش آموزان هم تصاویر منتشر شده حکایت از تداوم این حملات به مدارس برخی شهرها داره. در آخرین موارد امروز 22 اسفند مدرسه راهنمایی وحدت دهستان کانیسور از توابع شهرستان بانه هدف حملات شیمیایی قرار گرفت و شماری از دختران دانش آموز مسموم و به مراکز درمانی منتقل شدند. کانال تلگرامی اعتراض مدنی بازار در گزارش همچنین از حمله شیمیایی به دو مدرسه دخترانه پوینده و شهید اهدایی در بندر ماهشهر خبر داد که در پیان گفته شده که شماره دیگر از دانش آموزان مسموم شده و به بیمارستان منتقل شدند. اشاره کنیم که از آذر ماه تا کنون بیش از 5000 دانش آموز در صدها مدرسه در شهرهای مختلف ایران در پی حملات شیمیایی دچار مسمومیت شدند. کماکان موضوع پرسش برانگیزی که همچنان ادامه داره و هنوز عاملین و عاملینش بازداشت هم نشدند.